با همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه هستیم در ارتباط با همین خبر. مهران، تحقیقات وزارت دادگستری دانمارک و این افشاگری چه تبعات و پیامدهایی میتونه برای سفارت ایران به دنبال داشته باشه؟ خب فریباد، این افشاگری در واقع زمانی که رخ داد، آقای هامسکارد وزیر دادگستری دانمارک خودش شخصا ورود کرد و صحبت کرد درباره این جریان. خب سالهاست احزابی در پارلمان دانمارک خواستار اینن که مسجد امام علی تعطیل بشه. این احزاب در واقع این گونه میگن که روند در واقع جاسوسی و کارهای مخرب سفارت توسط افرادی در مسجد امام علی انجام میشه، اما بارها از سوی امام جماعت این مسجد و خود سفارت این ادعا رد شده که مسجد و سفارت هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن. بارها کاردار سفارت جمهوری اسلامی گفته فقط تعدادی از کارمندان سفارت برای خوندن نماز به این مسجد میرن. خب محمد مهدی خادمی امام جماعت مسجد امام علی کوپنهاگ از سال 2007 در یک خانه ویلایی ساکن در حومه کوپنهاگ، خانه‌ای که میلیون ها کرون خریداری شده و متعلق به سفارت بوده. خب در کشورهای اسکاندیناوی قوانین خاصی برای خرید ملک وجود داره. سفارت برای این اجازه پیدا کرده این ملک رو خارج از ساختمان سفارت در یک منطقه دیگه خریداری کنه برای اسکان در واقع کارمندان خودش، به همین دلیل دادگستری به او مجوز داده. اما الان مشخص شده که این ملک از سال 2007 در اختیار امام جماعت مسجد امام علی هست و او داره اونجا زندگی میکنه. حالا وزارت دادگستری داره تحقیقات بیشتری انجام میده. سندی که در واقع پیدا کردن و وزارت دادگستری درباره اون صحبت میکنه، سندی به نام در واقع تیتر اونو به نام خدا نام برده و گفته خود این سندی که خریداری شده در واقع خود این امام جماعت آقای خادمی او رو امضا کرده. سفارت در جوابیه وزارت دادگستری گفته که او فقط در واقع یک فرد بوده که به نمایندگی سفارت رفته این خونه رو امضا کرده سندشو. حالا همه منتظرن که ببینن وزارت دادگستری در این باره چه تصمیمی میگیره. اما آقای هامسکارد خودش به این اشاره کرده که به احتمال زیاد سفارت باید این خونه رو برای فروش بذاره. مهران، بعد از این افشاگری واکنش مقامات دانمارکی بهش چه بوده؟ خب اولین واکنش در بین نمایندگان پارلمان دانمارک بود، همونطور که سالهاست خواهان این هستن که مسجد تعطیل بشه. حالا فشار زیادی بر روی دولت آوردن و احتمالاً بتونن، خیلی از رسانه‌های دانمارکی به این اشاره کرده بودن که یک قدم به تعطیلی مسجد امام علی باقی مونده. خیلی از نمایندگان خواهان این هستن که این مسجد تعطیل بشه به این دلیل که داره سیاست کشورهای خارجی رو، مثلا جمهوری اسلامی رو، در کشور دانمارک پیاده میکنه. امروز دیدم یکی از نمایندگان پارلمان خانم پیترگارد به این اشاره کرده بود که مسجد امام علی داره جامعه موازی در کشور دانمارک درست میکنه با قوانین شریعت اسلام و تأثیری که بر خانواده ها و دانش آموزان داره، داره این کار رو انجام میده و اولین کاری که دانمارک برای بهبود سیاست خودش و قوانین خودش بذاره اینه که این مسجد تعطیل بشه. و حالا مشخص شده که ادعاهایی که نمایندگان پارلمان دانمارک طی سالهای گذشته میکردن، اینکه ارتباط مسجد و سفارت جمهوری اسلامی با هم مرتبط هستن، حالا با این اسکان در واقع امام مسجد جامعه امام علی از سال 2007 در خانه سفارت مشخص میکنه ارتباط عمیقی بین مسجد و سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک وجود داره. متشکرم از تو مهران. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما.